نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. قلوردید صدانوی شاهین از کشته شدن 78 طالب در ولایت های فاریاب، بلخ و از سر پل خبر داد. 8 صبح کابل. قلوردید صدانوی شاهین در شمال از کشته شدن 78 عضو گروه طالبان در 24 ساعت گذشته در ولایت های بلخ، فاریاب و از سر پل خبر داده است. طبق اعلام قلوردید صدانوی شاهین، در پی درگیری نیروهای امنیتی با جنگجویان گروه طالبان و ضد حمله نیروهای هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته در این سه ولایت 78 عضو گروه طالبان کشته، 32 طالب زخمی و 3 طالب دیگر بازداشت شدند. حنیف رضایی سخنگوی قلوردید صدانوی شاهین روز جمعه 27 سرطان گفته است که در بین کشته شدگان گروه طالبان 4 عضو کلیدی این گروه نیز شاملند. سخنگوی قلوردید صدانوی شاهین خاطر نشان کرد که در این درگیری های و ضد حملات نیروهای هوایی و زمینی یک محل اخاذی، 4 قرارگاه و 5 محل تجمع گروه طالبان هدف قرار گرفته است. حنیف رضایی افزوده است که 15 اراده و سایت نقلیه و مقدار زیادی از سلاح سبک و سنگین گروه طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی قلوردید صدانوی شاهین در شمال در مورد تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری ها معلومات نداده است. گروه طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. اخیراً درگیری ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان در بخش های از کشور افزایش یافته است. دولت طالبان را متهم می کند که خشونت ها را افزایش داده است، اما طالبان گفتند که انتخاب دیگر جز جنگ ندارند. این همه در حالی است که تلاش ها به موازات افزایش خشونت ها برای شروع مذاکرات بین الافغانی نیز جریان دارد. حنیف اطمان: هیچ بهانه برای تأخیر در آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود ندارد. 8 صبح. وزارت امور خارجه می گوید که همه کشورهای منطقه و جهان خواستار برگزاری فوری مذاکرات بین الافغانی هستند و از آنجایی که زندانان طالبان آزاد شدند، هیچ بهانه برای تأخیر در آغاز این مذاکرات وجود ندارد. محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه 26 سرطان در یک نشست خبری گفت کشورهای منطقه و جهان به این باورند که نرخ جنگ برای مردم افغانستان و جهان بلند رفته و همین اکنون به این اجماع رسیدند که برقراری صلح می تواند به همان میزان برای همه سودمند باشد. وای افزود که کشورهای حاضر در نشست منطقه‌ای و بین المللی تقویت اجماع صلح مراتب انزجارشان از ادامه خشونت‌ها را ابراز کرده و معتقدند که ادامه خشونت‌ها با توجه به صداقت حکومت در رهایی زندانیان توجیه ناپذیر نیست. آقای اطمر گفت که کشورهای منطقه و جهان خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس بشری برای مبارزه با ویروس و کرونا شده و به حمایت طرف‌های جنگ برای تأمین آتش بس تاکید کردند. با گفته سرپرست وزارت امور خارجه، افرادی که بر جنگ تاکید دارند با اجماع محکم و توانمند بین الملل روبرو شده و به گونه همزمان مورد نفرت و انزجار شهروندان افغان و جهانیان قرار گرفتن. در همین حال سرپرست وزارت امور خارجه از ارتش‌های 19 ساله به عنوان جزء سازش ناپذیر در مذاکرات یاد می‌کنند. حنیف اطمر تصریح کرد که کشورهای منطقه و جهان بر حفظ دستاوردهای 19 ساله در کشور تاکید کرده و خواستار گسترش و پیشرفت این دستاوردها شدند. وای همچنان افزود که کشورهای منطقه و جهان از دورنمای حکومت که حفظ جمهوری اسلامی متکی بر قانون اساسی است حمایت کردند. با گفته او، این پیشرفت‌ها دقیق همان پیشرفت‌هایی است که در قانون اساسی تذکر یافته است. آقای اطمر از حقوق بشری، حقوق زنان، ارزش‌های مردم سالاری و حاکمیت قانون به عنوان موارد یاد کرد که جامعه بین‌المللی بر آن تاکید کرده و به باور وی در هیچ نوع مذاکره و تلاش مورد هیچ گونه سازش قرار نخواهد گرفت. سرپرست وزارت امور خارجه گفت که حکومت در تلاش است تا در همکاری با سایر کشورها رضایت گروه طالبان را حاصل کرده و به اجماع دست یابد که بتواند برگزاری مذاکرات و حمایت منطقه و جهان را یقینی سازد.
آقای ادمر در ادامه تصریح کرد که جامعه جهانی بر صلح و تحقق موافقت نامه آن در آینده تاکید کرده و برای حمایت از صلح عادلانه و پایدار خواستار ادامه مشوره ها پیرامون این موضوعات شده است. با گفته سرپرست وزارت امور خارجه 12 کشور از جمله تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین، روسیه، ترکیه، قطر، اندونزیا، ژاپن، نروژ و آلمانی برای میزبانی از مذاکرات بین الافغانی ابراز آمادگی کردن. وای هرچند تاکید کرد که نشست آغازین این مذاکرات در قطر برگزار خواهد شد، اما در ادامه گفت که هنوز مشورت ها روی ادامه این مذاکرات در سایر کشورها صورت نگرفته است. پیشتر گروه طالبان تصریح کرده بودند که مذاکرات به شکل دوروی در همه کشورها برگزار می شود. وزارت امور خارجه در حال از اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی خبر می دهد که روند تبادله زندانیان در روزهای اخیر با وجود تصریح یافتن پرچالش دنبال می شود. هرچند حکومت نزدیک به 4400 زندانی طالبان را از زندانها آزاد کرده، اما بر رهانه کردن 592 زندانی که جرایم جدی دارند تاکید می کند. شورای امنیت ملی با تازگی از گروه طالبان خواست که فهرست تازه 592 زندانیشان را بفرستند تا سایر زندانیان این گروه از زندانها آزاد شوند. گفتنی است که بر اساس آمارها حدود 13000 زندانی طالب در زندانهای حکومت نگهداری می شوند که همکنون نزدیک به 4400 تنشان آزاد شدند. طالبان اما گفتند در صورت آزاد نشدن 5000 زندانیشان وارد مذاکرات بین الافغانی نمی شوند. این گروه پس از این همگانی شدن تصمیمشان حملات گسترده‌ای را تنظیم کرده و از حکومت خواستند که روند رهایی زندانیان را هر چه زودتر تکمیل کنند. گفتنی است که بر اساس آمارهای ارائه شده سوی طالبان تا کنون بیش از 800 زندانی حکومت را از زندانها آزاد کردند. دو ماه پس از توافق غنی و عبدالله بیشتر موارد توافقنامه سیاسی هنوز عملی نشده است. در حالی که از امضای توافقنامه سیاسی حدود دو ماه می‌گذرد، ارگ و سپیدار هنوز موفق نشدند بیشتر مواد توافقنامه را عملی کنند. از مجموعه مواردی که در توافقنامه ذکر شده، تنها عبدالله کارش را به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی آغاز کرده و در کنار آن حکم مارشالی عبدالرشید دوستم امضا شده است. به این ترتیب دو طرف هنوز موفق نشدند ترکیب شورای عالی دولت، شورای عالی مصالحه و کابینه را مشخص کنند. افزون بر این، هرچند سهم دو طرف در اداره های مستقل، معینت ها، ولایت ها و سفارتخانه و چندین مورد دیگر مشخص شده، اما هنوز کارها به گونه ای که شهروندان توقع دارند پیش نرفته است. این در حال است که برخی از مسئولیت های شورای عالی مصالحه ملی پیرامون امور صلح را در حال حاضر ارگ با وزارت امور خارجه و پیش میبرند. هر میگوید که به عمل شدن توافقنامه متحد بوده و روند صلح نیز با مشورت ها به پیش برده خواهد شد. سپیدار نیز تصریح میکند که با تمامی موارد مطابق به توافقنامه برخورد خواهد شد. آگاهان اما معتقدند که عبدالله در مدیریت توافقنامه های سیاسی دور گذاشته و کنونی ضعیف عمل کرده و مدام زمینه را برای تحرک ارگ فراهم میکند. توافقنامه سیاسی در 28 ثور میان محمد اشرف غنی و عبدالله امضا شد. قرائن نما نشان می‌دهد که با گذشت کمتر از دو ماه بخش زیاد از مواد توافقنامه برای تشکیل حکومت مشارکتی هنوز جامعه عمل نپوشیده است. دو طرف بیشتر گفته بودند که به عمل شدن مواد توافقنامه متحدند و برای تطبیق آن می‌کوشند. با این حال اما 5 بخش اجرایی از میان 6 بخش توافقنامه هنوز به گونه کامل آن عملی نشده و دو طرف موافق شدن تنها تکلیف دو مورد از 10 مورد را مشخص کنند. این توافقنامه هنوز به گونه کامل آن عملی نشده و دو طرف موافق شدن تنها تکلیف دو مورد از 10 مورد را مشخص کنند. این توافقنامه شامل بخش های شورای عالی دولت، مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی، تقدیر از رهبران پیشین، روند صلح، مشارکت در حکومت اصلاحات و مکانیزم نظارت و تطبیق آن می شود. از آنجایی که توافق سیاسی در حکومت گذشته نیز سرانجام با چالش روبرو شد، نگرانی ها از به بنبست رسیدن تلاش های دو طرف در
عملی کردن این توافقنامه نیز بالا گرفته است. به تازگی مواردی از اختلاف نظرها میان دو طرف در تشکیل کابینه و تقرر والیان، موینان و سفیران و همچنان تصمیم گیری های روند صلح در رسانه ها درس کرده که گمانه‌زنی های بروز اختلاف را بیشتر ساخته است.